سخنگوی والی اروزگان میگوید که در حمله طالبان بر خانه سلطان محمد فرمانده خیزش‌های مردمی در ولسوالی گیزاب این ولایت، این فرمانده با دو پسر و یک عروسش جان باختند. او جان باختن در حدود 10 تن از نیروهای پلیس و خیزش‌های مردمی را در این حمله طالبان نیز تایید می‌کند. وسروال مخالفین و دلیز بریدن پیل کرده و چه په نتیجه کې افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه یو تعداد البته تکتیکی شاته تک کرده دی چه اوس هم د ولسوالۍ په مرکز کې ځای پر ځای سوي دي او جدید کمربند ایجاد کرده دی. دا نسو برداشولی نو دی په کور کې دی شهید کې او دوه زامنان یې ورسره شهید که او یوه یې مژور ورسره شهید که چې اوس هم د هغه پامیل چې د ډېر کورونه دي تقریبا د 10 کورو په شاوخوا کې دي هغه د خپله ځای سه بېځایه سوه. در همین حال شماری از نمایندگان مردم اروزگان در شورای ملی وضعیت نیروهای امنیتی را در ولسوالی گیزاب نگران کننده می دانند و آمار تلفات حمله های طالبان را بیشتر از آمار اقام های محلی این ولایت می گویند. در اروزگان که در گیزاب ولسوالی که وضعیت دیر خراب دی تقریبا دایواب تکیر جنگ شده دی تقریبا دیر پوستی مسترابی دایواب تکیر جنگ شده دی تقریبا دیر پوستی نیه موی ماته لوده نیه دولی ده لوده نو پنومون تاسی پانا آغا چور پا شادات ورسیده تقریبا نویش کسان مشیدان لدو چه زخمیان لدو او چه جواندی ببودی دی در این مورد ما جزیات ما که تکمیل شد بعدن هم رایتان شریک میسازیم. سخنگوی والی اروزگان میگوید که طالبان حمله هایی را بر پاسگاه های دیگر این ولسوالی راه اندازی کردند، اما به علت قطع شدن شبکه های مخابراتی در این ولسوالی جزئیاتی از سرنوشت سربازان این پاسگاه ها در دست نیستند.